به نام آنکه جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. کتاب فارسی سال دهم. خب دوستان گلم، با توجه به کتاب‌های فارسی که در متوسطه اول خوندید، هفتم، هشتم و نهم، همه کتاب‌های درسیتون با یک ستایش آغاز شده بود. این کتاب هم با ستایش آغاز شده. بخش اولی از کتاب که بهش تحمیدیه گفته میشه، تحمیدیه، تحمیدیه یعنی حمد و ستایش خداوند را گفتن، این کتاب هم آغازش با ستایش شروع شده. ستایش زیبایی از الهی نامه عطار نیشابوری. به نام کردگار هفت افلاک، که پیدا کرد آدم از کفی خاک. الهی فضل خود را یار ما کن، ز رحمت یک نظر در کار ما کن. توی رزاق هر پیدا و پنهان، توی خلاق هر دانا و نادان. زهی گویا ز تو کام و زبانم، توی هم آشکارا هم نهانم. چو در وقت بهارایی پدیدار، حقیقت پرده برداری ز رخسار. فروغ رویت اندازی سوی خاک، عجایب نقش ها سازی سوی خاک. گل از شوق تو خندان در بهار است، از آنش رنگ های بی شمار است. هر آن وصفی که گویم بیش از آنی، یقین دانم که بی شک جان جانی. نمیدانم نمیدانم الهی، تو دانی و تو دانی آنچه خواهی. الهی نامه عطار نیشابوری. دوستان گلم، این تحمیدیه، این ستایشی که در آغاز کتاب اومده، در آغاز کتاب الهی نامه عطار هم اومده. البته بعضی روایت ها تحمیدیه و آغاز الهی نامه رو به شکل دیگه‌ای گفتن که در پایان الهی نامه اومده به این شکل: به نام آن که ملکش بیزوال است، به نام آن که ملکش بیزوال است، به وصف نطق صاحب عقل لال است. مفرح نامه جان هاست نامش، سر فهرست دیوان هاست نامش. ز نامش پرشکر شد کام جان ها، ز یادش پرگوهر تیغ زبان ها. به روایتی تحمیدیه آغاز الهی نامه این هست. خب در وصف پیامبر شروع شده و حکایت های گوناگونی رو الهی نامه با خودش داره. ستایش، ستایش، خود کلمه ستایش اسم مصدر هست، یعنی خوبی های کسی رو بیان کردن. بچه ها قبل از اینکه این شعر رو بررسی کنیم، باید بگیم قالب این شعر، قالب این شعر مثنوی هست. مثنوی، همونطوری که در پایه متوسطه اول خوندید، مثنوی یعنی دوتایی، یعنی مصرعها دو به دو با هم هم قافیه هستند. و چون، یا به تعبیری، هر بیت قافیه جداگانه دارد، چون هر بیت قافیه جداگانه دارد، برای بیان داستانهای بلند ازش استفاده میشه و شاعر محدودیتی پیدا نمیکنه که قافیه ها رو به چه صورت به کار ببره. اینجا که بحث مثنوی شد، باید تقسیم بندی مثنوی رو هم بگیم. مثنوی رو از حیث محتوا به چهار دسته تقسیم میکنن. مثنوی از حیث محتوا حماسی و رزمی، مانند شاهنامه فردوسی، بزمی و عاشقانه، مانند لیلی و مجنون، اخلاقی و تعلیمی، مانند بوستان، الهی و عرفانی، مانند مثنوی معنوی. خب بریم
سراغ نکته های این شعر. به نام کردگار هفت افلاک که پیدا کرد آدم از کفی خاک. کردگار یعنی آفریننده، خالق، خلق کننده. افلاک، افلاک یعنی آسمان، جمع فلک هست. افلاک آسمان، جمع فلک. که پیدا کرد آدم از کفی خاک. کف به اندازه کف دست، یعنی یک مشت خاک، مقدار کم. اینجا پیدا کردن یعنی به معنای به وجود آوردن. خب مضمون کلی، این بیت یک مضمون کلی داره. مضمون کلیش هم آفرینش انسان از خاک هست. خب کردگار هفت افلاک کنایه هست. کنایه هست خداوند، خداوندگار، خداوند بزرگ، کنایه. ببینید کردگار هفت افلاک، پس اینجا کنایه به کار رفته، کنایه از خداوند هست. این بیت تلمیح هم داره، تلمیح به آفرینش انسان، خلقت اولیه انسان داره. تلمیح رو قبلا خوندید، من یک بار دیگه توضیح میدم. تلمیح هرگاه شاعر یا نویسنده در نوشته خودش گوشه چشمی، اشاره ای به آیه، حدیث و یا روایت و داستانی داشته باشه بهش تلمیح میگن. خوبه دوستان گلم، اینجا این زمانی که ما میایم نکته ها رو میگیم، شما هم یک جزوه کنار دستتون باشه و آرایه های ادبی رو که در درس ها یاد میگیرید یادداشت کنید که در پایان به صورت یک جزوه کامل برای شما بمونه. خب پس اینجا تلمیح هم داره. گاهی اوقات ما برای مثال هامون، بیشتر وقتا برای مثال هامون یک بیت شعر میاریم. این بیت های شعر رو هم اگر یادداشت کنید، حفظ کنید، دایره شعری شما گسترده خواهد شد. الان تلمیح، آن یار که از او سر دار گشت بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. حافظ این شعر رو گفته. آن یار که از او سر دار گشت بلند، اشاره به داستان منصور حلاج داره. پس اینجا تلمیح به داستان منصور حلاج داره. این بیت هم تلمیح به آفرینش انسان از خاک داره. الهی فضل خود را یار ما کن، ز رحمت یک نظر در کار ما کن. فضل، فضل یعنی بخشش، کرم، لطف. ز رحمت، رحمت یعنی بخشندگی، مهربانی. یک نظر بر ما، یک نظر در کار ما کن، یعنی به ما نگاه کن، به ما توجه کن. خب بچه ها، الهی، الهی اینجا شبه جمله هست. شبه جمله ها رو هم قبلا خوندید. جملاتی هستند که شکل ظاهری یک جمله رو ندارن ولی در عمل معنای یک جمله کامل رو ازش برداشت میکنیم. شکل ظاهری نهاد و گذاره نیست، اما معنای یک جمله کامل ازش استنباط میشه. الهی یعنی خدایا دارم تو رو صدا میزنم. پس اینجا هم شبه جمله هست. الهی فضل خود را یار ما کن، اینجا یک مفهوم کلی رو از خداوند میخواد، یعنی لطف و رحمت خداوند شامل حال انسان شدن. در این بیت یار و کار با هم جناس دارن. جناس ناقص چی؟ بله جناس ناقص اختلافی. دوستان من توجه کنید، یار و کار تو این حرف با هم اختلاف دارن، پس جناس ناقص اختلافی هست. جناس، جناس تام بود، یکسانی واژگان در حروف سازنده با اختلاف در معنا. وقتی میگیم جناس، جناس یکسانی واژگان در حروف سازنده با اختلاف در معنا. تام حروفش یکیه، معناش فرق میکنه. حالا در لاملای درس‌ها بهش میرسیم، میگیم جناس ناقص اختلافی معناش فرق میکنه و در یک حرف با هم اختلاف دارن. یک نظر در کار ما کن کنایه هست. کنایه از این که به ما توجه کن، به ما نگاه کن. توی رزاق هر پیدا و پنهان، توی خلاق هر دانا و نادان. خب رزاق، روزی دهنده، این جمله رو بارها شنیدید و هو رزاق، پس تلمیح داره.
و هو رزاق، او روزی دهنده است. رزاق یعنی روزی دهنده. خلاق، خلاق یعنی آفریدگار، خداوند. خب بریم نکته های بعدیش. در اینجا دانا و نادان با هم چی دارن؟ تضاد دارن. رزاق و خلاق که از نام های خداوند هستند با هم تناسب دارند و تلمیح هم داره دیگه، اشاره به داستان رزاق بودن خداوند، اشاره به آیاتی که خداوند رو خلق کننده معرفی میکنه، پس تلمیح هم در اینجا دارد. زهی گویا ز تو کام و زبانم، توی هم آشکارا هم نهانم. زهی یعنی آفرین، احسند. زهی گویا یعنی آفرینگو، احسند گوینده، تحسین کننده. کام سقف دهان رو میگن. اینجا مجاز از چیه؟ مجاز از دهان هست. خب دوستان گلم، اینجا تناسب وجود داره بین گویا، زبان، کام. اینها با هم تناسب دارن یا مراعات نظیر دارن. تضاد هم هست بین آشکارا و نهان، در اینجا تضاد داره. چو در وقت بهارایی پدیدار، حقیقت پرده برداری ز رخسار. چو یعنی هنگامی که، پدیدار یعنی آشکار، مشخص شدن. حقیقت پرده برداری ز رخسار. پرده از رخسار برداشتن در اینجا کنایه هست. پرده از رخسار برداشتن کنایه است، کنایه از آشکار شدن. اشاره به بهار، که در بهار طبیعت دوباره زنده میشه، این رو به آشکار شدن خداوند بیان کرده. بین پدیدار و پرده هم تضاد وجود داره. خب معنی کلی، مفهوم کلی این بیت چیه؟ مفهوم کلی این بیت اینه که زیبایی های خداوند، جلوه خداوند در زیبایی های طبیعت هست. یعنی خداوند جلوه خودش رو در زیبایی های طبیعت قرار میده در فصل بهار. فروغ رویت اندازی سوی خاک، عجایب نقش ها سازی سوی خاک. فروغ، فروغ یعنی پرتو، روشنایی. عجایب، چیزهای شگفت‌آور و عجیب. میگه تمام زیبایی آفرینش، قشنگی های آفرینش از پرتو اون نور و جمال خداونده. گل از شوق تو خندان در بهار است، از آنش رنگ های بیشمار است. گل از شوق تو، گل یعنی به خاطر اشتیاق تو، خندان در بهار است. خندان در بهار اینجا کنایه شده، اون باز شدن گل رو به خندان بودن کنایه هست. خندان شدن گل کنایه از اون باز شدن گل هست. از آنش رنگ های بیشمار است. میگه اون بیش از اندازه بودن رنگ ها، زیبایی بودن رنگ هاش به این علت است. پس مفهوم کلیش میگه اگر چیزی زیبا میشه به خاطر عشق به خداونده. ببینید، از آنش رنگ های بیشمار است. گل از شوق تو خندان در بهار است. گل از اشتیاق تو در بهار خندان میشه، شکفته میشه. از آنش رنگ های بیشمار است. پس مفهوم کلیش به ما میرسونه که اینجا مفهوم کلی یعنی که، یعنی آن که زیبا شدن و زیبایی گل ها به خاطر عشق خداوند است. خب اینجا تشخیص وجود داره. بله، از شوق تو، گل از شوق تو، تشخیص، جانبخشی و اشیا. تناسب هم هست بین گل، بهار، رنگ، شوق، خندان. پس با هم اینا مراعات نظیر دادن. ببینید، گل، بهار، شوق، خندان با هم مراعات نظیر هستن. هر آن وصفی که گویم بیش از آنی، یقین دانم که بی شک جان جانی.
هر آن وصف یعنی توصیف کردن بیش از آنی، یعنی بیشتر از آن هستی. یقین دانم یعنی اطمینان دارم که بیشک جان جانی، یعنی جان جانی، جان در معنای اولش یعنی جوهر، اصل هر چیز هستی، وجود اصلی هر چیز هستی. اینجا مفهوم کلی باید بگیم که ذات و جوهر هر چیزی از خداوند است. خب در این بیت بین آن و جان جناس وجود داره. خب در مصرع قبل گفتیم جناس یار و کار جناسن، جناس ناقص اختلافی. اینجا بین آن و جان جناس هست، جناس ناقص افزایشی. ببینید تو یه حرف افزایش داره، پس جناس ناقص افزایشی. نمیدانم الهی، تو دانی و تو دانی آنچه خواهی. آره تکرار به کار برده به خاطر زیباتر شدن شعرش. نمیدانم اینجا یه مفهوم کلی رو بیت به ما میگه، این که میگه خداوندا تو از همه چیز آگاهی و من آگاه نیستم، آگاهی ندارم. بین نمیدانم و دانی تضاد وجود داره که همین تضاد و تکرار باعث زیبا شدن این بیت شده. الهی نامه عطار نیشابوری از اسمش پیداست، در گذشته عطر فروش بوده، بعد اومده سراغ شعر و شاعری، یعنی یک مرحله در زندگیش تحول ایجاد شده که انشاءالله در درس‌های بعد میگیم، یک تحولی در زندگیش ایجاد شد که به سراغ شعر اومد و کتاب‌های بسیار، آثار بسیار زیبایی ازش داریم. منطق الطیر، تذکرة الاولیا که پیشنهاد میکنم همه دوستان یک بار تذکرة الاولیا رو مطالعه کنن، و اسرارنامه. تذکرة الاولیا سرگذشت چند تن از عارفان هست که بسیار بسیار زیباست. I'm gonna put it in the other one.
ادبیات تعلیمی درس یکم چشمه و سنگ. گشت یکی چشمه ز سنگی جدا، قلقل زن چهره نما تیز پا. گه به دهان برزده کف چون صدف، گاه چو تیری که رود بر هدف. گفت در این معرکه یکتا منم، تاج سر گلبن و صحرا منم. چون بدوم سبزه در آغوش من، بوسه زند بر سر و بر دوش من. چون بگشایم ز سر موشکن، ماه ببیند رخ خود را به من. قطره باران که در افتد به خاک، قطره باران که در افتد به خاک. زو بدمد بس گوهر تابناک، در بر من رو چو به پایان برد. از خجلی سر به گریبان برد. ابر ز من حامل سرمایه شد، باغ ز من صاحب پیرایه شد. گل به همه رنگ و برازندگی، می کند از پرتو من زندگی. در بر این پرده نیلوفری، کیست کند با چو منی همسری. زین نمتان مست شده از غرور، رفت و ز مبدع چو کمی گشت دور. دید یکی بحر خروشنده ای، سهمگنی نادر جوشنده ای. نعره برآورد فلک کرده کر، دیده سیه کرده شده زهره در. راست بمانند یکی زلزله، داده تنش بر تن ساحل یله. چشمه کوچک چو به آنجا رسید، وان همه هنگامه دریا بدید. خواست که از آن ورت قدم در کشد، خیشتن از حادثه برتر کشد. لیک چنان خیره و خاموش ماند، که از همه شیرین سخنی گوش ماند. نیما یوشیج، علی اسفندیاری. خب دوستان گلم، همه ما علی اسفندیاری و نیما یوشیج رو میشناسیم. پدر شعر نو فارسی هست، یعنی شعری که به سبک جدید فارسی هست رو علی اسفندیاری نیما یوشیج بنیانگذاری کرد. اما در اینجا باید بگیم که این شعر هم قالبش مثل شعری که در درس گذشته داشتیم، قالبش مثنوی هست. یک نکته رو که قبل از درس باید بگیم، ادبیات تعلیمی ادبیاتی هست که دنبال این هست که در شعرها، نوشته ها، گوینده یا شاعر به دنبال این هست که یک نکته اجتماعی و اخلاقی رو بیان کنه، که در این درس هم در پایانش متوجه خواهیم شد که یک نکته اخلاقی درش نهفته است. گشت یکی چشمه ز سنگی جدا، قلقل زن چهره نما تیزپا. اول این بیت داره اون سرعت و چابکی رو بیان میکنه، چون تیزپا چهره نما در حال حرکت، پس چابکی و سرعت رو بیان میکنه. قلقل زن یعنی شورآفرین، پر سر و صدا. تیزپا یعنی تند. بیت تشخیص داره، البته کل این شعر تشخیص داره، جان بخشی به اشیا داره. میریم در سراسر شعر میبینیم که تشخیص داره. ببینید، گشت یکی چشمه سنگی جدا، چهره نما تیزپا. داره توضیح میده وقتی صفت انسانی رو برای غیر انسان به کار برده در اینجا، پس تشخیص داره، که در پایان در بیت های بعدی و در مصرع های بعدی هم میبینیم که تشخیص بسیار زیاد یافت میشه. معنی این بیت: یک چشمه کوچک آبی از کنار سنگی حرکت کرد، در حالی که صدای آبش کاملا بلند و پر سر و صدا بود و همه توجه ها را به خودش جلب میکرد. گه به دهان برزده کف چون صدف، گاه چو تیری که رود بر هدف. خب یعنی با سرعت بسیار زیاد، حرکت سریع. تشبیه اینجا
بسیار زیبا تشبیه اتفاق افتاده. ببینید، گه به دهان بر زده کف چون صدف، چون صدف، یک تشبیه اینجا اتفاق افتاده مانند صدف. گاه چو تیری که رود بر هدف، دوباره چو تیری که رود بر هدف، پس دو تا تشبیه در اینجا اتفاق افتاده، یک بار چشمه به صدف و دیگر بار به تیر تشبیه شده. بین صدف و هدف هم جناس داره. جناس چی؟ بله، جناس ناقص اختلافی. خب معنیش، به دلیل حرکت آب، بالا پایین شدن آب، روی آن کف ایجاد می شد و گاهی با سرعت بسیار زیاد به سوی اون هدفی که داشت در حرکت بود. پس اینجا یک مضمون کلی هم میشه، سرعت بسیار زیاد. گفت در این معرکه یکتا منم، گفت در این معرکه یکتا منم، تاج سر گلبن و صحرا منم. گفتیم ادبیات تعلیمی ادبیاتی هست که میخواد یک نکته اخلاقی و اجتماعی رو به خوانندش بیاموزه. این بیت رو وقتی میخونیم چی برداشت میشه؟ بله، این بیت رو میخونیم میبینیم که غرور و تکبر، گفت در این معرکه یکتا منم، در همین جا مشخص میشه که هدف این بیت مفهوم کلیش غرور و تکبر هست. گفت در این معرکه یکتا منم، تاج سر گلبن و صحرا منم، باز هم تشبیه اتفاق افتاد، چشمه به تاج سر، خودش رو به تاج سر تشبیه کرده. با بین، ببینید دوباره تشخیص داره، گلبن و صحرا تشخیصه، تاج سر صحرا کنایه از این که خیلی بزرگ بودن، پر افتخار بودن، پس اینجا کنایه هم به کار رفته. بین گلبن و صحرا تناسب هم داره. پس چند تا آرایه رو در این بیت داریم. یک، تشبیه که چشمه خودش رو به چی تشبیه میکنه؟ به تاج سر تشبیه میکنه. دو، تاج سر بودن خودش کنایه است، کنایه از این که مایه افتخار و غرور بودن، مایه برتری بودن. تشخیص هم داره، بین گلبن و صحرا تشخیص داره، عملی انسانی. در اول شعر گفتیم که در اینجا سراسر تشخیص به کار رفته و گلبن و صحرا با هم تناسب هم دارن. خب مفهوم کلیش هم که گفتیم، از دل شعر کاملا مفهوم کلیش رو میشه استنباط کرد. معناش، چشمه با خودش گفت تنها من هستم که سبزه ها و گل ها رو آبیاری می کنم و در اصل من باعث شکوه و زیبایی صحرا و طبیعتم. چون بدوم سبزه در آغوش من، بوسه زند بر سر و بر دوش من. ببینید باز این بیت داره یکی از صفات رو بیان میکنه، خودستایی کردن، تکبر داشتن، غرور داشتن. چرا؟ چون بدوم سبزه در آغوش من، بوسه زند بر سر و بر دوش من. ببینید این رو باز تو این شعر کاملا پیدا هست. سبزه در آغوش من، چون بدوم که تشخیص داره، سبزه در آغوش من، دوباره سبزه در آغوش من هم تشخیص داره.